تو خونه که زن و بچه من دارن زندگی میکنن، از هیچ چیز خبر ندارن، من میام مدرک جرم بذارم جناب سرگرد؟ من که به هر حال اینجا رو میگردم، دعا کن چیزی پیدا نکنم. بله خانم، از کوچه رفت بیرون، داره میره سمت خیابون. احتمالاً برای اینکه ردشو نزنن داره میره سمت نزدیکترین باجه تلفن. به احسان بگو تمام باجه تلفن‌های منطقه رو کنترل کنه. منتظر تماستون هستم. واده 19، واده 19. بیرون واسه خودم که نیومدم بابا، پای خسروهاش لاش شده. آره برگردم الان که بچه ها خونن. اصلا ببینم تو کجایی ها؟ کجا؟ خب باش باش، منم برمیگردم. نه کسی دنبالم نیست، حواسم هست. باش باش باش، خداحافظ. داره میره آقا. به تمام نیروهای گشتی منطقه اطلاع بده این موقعیت 70-23-94 رو تحت نظر داشته باشن. هر مورد مشکوکی هم دیدن سریعا اطلاع بدن. تمام. خودت چی فکر کردی اینقدر دروغ میگی؟ به جون جفت بچه هم بهتون دروغ نمیگم جناب سرگرد. حاشا نکن خسرو. حاشا نمیکنم، دارم راستش رو میگم. اصلا نمیدونم من چیکار میکنم، کجا میرم، با کی میگردم، پول کجا میارم. پس احتمالا خودت هم تو حالا سر کار بودی. یعنی چی؟
زنت شاهین رو میشناسه؟ معلومه که نه. چی داری میگی جناب سرگرد؟ با همه این حرفا بازم نمیخوای چی بگی؟ من هیچی نمیدونم. هیچی نمیدونی؟ اکبر! زنگ بزن یکی از این گشتی ها بیاد متهم ببره. پاشو بینم. پاشو. دختره رو دنبال کنین، اگه مطمئن شدین کسی تعقیبش نمی‌کنه جلبش کنین. از شاهین هم چشم بر ندارین. ببینید کی دیگه باش تماش میگیره. تمام. فکر کنم این زن خسرو خیلی چیزا بدونه. از اولم این یه ریگی به کفشش بود. به نظرت خسرو از اول همه این چیزا رو میدونسته؟ فکر نمی‌کنم. من شک دارم. صد و شیش طرف فهمیده رد موبایلشو زدیم، گوشیشو غیر فعال کرده. فعلا جلو نرین تا بهتون بگم. داره میره طرف یه ماشین. سوار شد. ببین به بچه‌ها بگو همه خروجی ها رو کنترل کنن. سعی خودمونو میکنیم اما اینجا پر کوچه پس کوچه است. چشم ازش بر نداریم. پیچی تو خیابون. داره میره سمت اتوبان. اکبر روشن کن بریم. رفت سمت مترو ورزشگاه. بریم سمت مترو ورزشگاه.
چی شد؟ فرار کرد سمت مترو که دو تا از بچه‌ها رفتن دنبالش. احسان به گوشی؟ تمام ایستگاه‌های منطقه رو زیر نظر داشته باش. ببین اکبر. نیروی کمکی اعزام کنی. چشم. 580 80 بگوشم. مورد وارد محدوده شما شد. تعقیبش کنید. مورد رویت شد. چشم. مشکلی پیش اومده؟ چرا قطار ایستاد؟ باز چی قطار بایستاد آقا؟ بله؟ بفرمایید بیرون، شما اینجا چی میخواید؟ بفرمایید بیرون آقا. پرسیدم چرا قطار بایستاده؟ بفرمایید بیرون آقا، بفرمایید بیرون. وقتی یه سوالی ازت میپرسم مثل آدم جواب بده من چی کرد؟ خدا، من نمیدونم چه مشکلی پیش اومده. کسی از جاش تکون نخوره. این واگن تحت اختیار منه. یالا بیا بگو این مرتی که راه بندازه این قطار رو. از مرکز باید راش بندازن. من حالی نی، هر جوری شده بگو این قطار رو راه بندازن. کسی از جاش تکون نخوره. هر کی از جاش تکون بخوره هر چی دید از چشم خودش دید. پیر و جوون هم واسه فرقی نمیکنه. یالا مرتی که راش بنداز ببینم. قطار اونجا نگه داشتم. به همکارات بگو هیچ که اینجا آفتابی نشه، خودت هم برو اجه پناه بگیر. حتما. با تأمین بیان داخل. معلوم نیست فقط اون تو چی کار داره. دیوونه. تا آخر عمرش که نمیتونه اون تو بمونه. به چی نگاه میکنی تو؟ بخوام ببینم کسی از جاش تکون نخوره. ای پسر بیا اینجا.
گفتم بیا اینجا. به چی نگاه میکنی؟ بشین سر جاش، بخواب. گفتم بیا، برش کن دختر، برش کن اون بچه رو. برات میگم برش کن، برش کن دختر، تکون نخوری. اون تایید جاشون تکون نخورن، تکون نخور، تکون نخوری. بخواب سر جاش، چیکار میکنی؟ علی علی حامد حامد به گوشم. همین مسافرها رو گروگان گرفت. کجا سلام؟ همه رو تو باگن پاروان میگردشتم. بذاری من باش حرف بزنم ببینم چی میگه. سرگرد علی فتی هستم. کل اینجا تحت محاصره است. بهتره تسلیم بشی و جون خودت و دیگران رو به خطر نندازی. اگه تسلیم بشی تو مجازات تخفیف اعمال میشه. شاهین آذر، این آخرین اخطاره. گروگانا رو آزاد کن. بچه بورچه نکن پسر. آقا تو رو خدا ولش کن، اون فقط یه بچه است. گاهی اوقات هیچ کاریش نمیشه کرد پهلوان. اگه سر جات بشین یا تکون نخوری اتفاقی برات نمیافته. اینو با همه تونا، اگه حماقت نکنید و سر جاتون بشینید امروز سالم میرسید به خونه هاتون. بیا اینجا پسر. گفتم بیا. احسان، احسان علی. احسان جان، متاسفانه مذاکره موفقیت‌آمیز نبود. به بچه‌های نوپو بگو وارد عمل بشن، منتها حتی مقدور سوژه رو زنده دستگیر کنن. تمام.
اگه فکر کردید ما این شلوغ کاری و آرتیست بازی دستتون به من میرسه کور خوندید. این پانش بازی همانه توی فیلم هست. عقب باشید، عقب باشید وگرنه میکشمش. شماست. بعدم هر 10 دقیقه یه دونه جنازه میذارم رو دستتون تا کادو پیچ کنید و بفرستید واسه خانواده هاشون. احسان، احسان علی؟ علی علی، به گوشم. احسان جان، یه تماس با بچه های نوپو بگیر. مطلب خاصی قرار رو بهشون بگم؟ یه بار دیگه بهشون یادآوری کن زنده موندن شاهین برای ما خیلی اهمیت داره. بله چشم، حتما تأکید میکنم. کار دیگه ای هست براتون انجام بدم؟ میتونی یه کار بر من بکنی؟ صدای موقعیت رو میتونی رو بیسیم بر من رله کنی؟ تلاش خودم رو میکنم. منتظرم. تمام. تمام. بالاتر از سیاهی دیگه رنگ نیست. اگه قرار باشه اینجا واسه من آخر خط باشه و سالم به اون بیرون نرسم، هیچ کدوم از این بدبختای توی واگن زنده به اون بیرون نمیرسن. میفهمید؟ تموم کرده. همه چی تحت کنترله. صدای برخورد چرخهای قطار روی ریل از ذهنش خارج نمیشه. هر وقت از کنار ریل میگذشت یاد اون روز میافتاد. الان که همه چی تموم شده، آیه میتونه ماجرا رو با تمام جزئیاتش کنار هم بچینه. درک این لحظات برای همه سخته. حس کسی رو داشت که توی دریای طوفان زده میخواست خودش رو به ساحل برسونه.
دست و پا میزد و با امواج به این ور اون ور پرتاب میشد. نه کسی میدونست ساحل کجاست و نه میدونست این دریای مواج کی آروم میشه. پیدا کردن و از دست دادن وقتی توی لحظه اتفاق میفته، حسی که به آدم میدن غیر قابل درکه. حداقل برای آیه اینجوری بود. واقعا نمیدونست علی توی اون لحظات چی داره میکشه. خسته نباشید. شما خسته نباشید. پایان ماموریت رو اعلام میکنم. محدوده کاملا پاکسازی شده. همه گروگان هم سالمند. جنازه گروگانگیر هم به پزشک قانونی منتقل بشه. امری باشه. خسته نباشید. بایزت. خدا آقا و جناب سرباز زنده باشی. شما چرا انقدر دماغ و ناراحتی؟ تنها سرنخی که ما رو به سری بس میکرد از دست رفت. خیلی خوب، ما که همه تلاشمون رو کردیم، چیکار کنیم؟ تلاش رو بیهوده کردیم دیگه. عوضش یه خبر خوب برات دارم. چی؟ میخوام برم با مهرو خانم صحبت کنم. اکبر وقت گیره وردی الان؟ بابا تا داغه بچسبینیم به تنور بره دیگه. بلکن سواش رو بریم، الان حسده این حرفا رو نده. الان کجا میخوای بری؟ خیلی سر رو دمه محل کار آیه منو پیاده کن. سلام علیکم. آیه کجاست؟ هر چی تلفنش میکنم جواب نمیده. یه مقدار کار داشت، گفتش اگر که زحمتی نیست یه رفی براش منتظر باش. بله چشم. بچه سوارشی. خدا حافظ. خدا حافظ. با اجازت. خدا حافظ. خدا حافظ. چه کلاهی هم سرش گذاشتی. بشین بابا. بشین. امروز میخوام تمام ناگفته هامو برات بازگو کنم. کاش قدر لحظات با تو بودن رو میدونستم. اومدنا و رفتنا، انتظاری که برای کشف اتفاقات اطرافت میکشیدی، روزها و ساعتهایی که دنیای تو رو پر کرده بود. من کجای این لحظات وایسادم؟ سالها کنار تو بودم اما انگار هیچ وقت نیستم. همیشه از این که برات دوست خوبی نبودم خودم رو ملامت میکنم. دنیا بدون تو هیچ رنگی نداره. ملال و روزمرگی و انتظار. این یارو سعیده اکثر مسافراش دخترهای جوان بودن. یه سری از این دخترهای جوان عشق خارج رفتن هم دیگه. میبرنشون از همین کشورهای عربی دور اطراف هم ردشون میکنن برن. با حتی کاری نکرده رد رابطاشو بزنیم. اگه از ایران رفته باشه چی؟ نرفته. آقا تو از کجا مطمئنی؟ اگه رفته بود مرتضی کمال واسه پیدا کردن دخترش انقدر تو بلا بلا نمیافتاد. من باید برم سراغ سرنخ جدید از این داووده. داوود که؟ جاهله دیگه. اسمش رو تو گفت؟ نه، خودم ردشو زدم پیدا کردم. عجب مارکولکی. جناب سرگرد؟ بله. موبایل شاهین رو بررسی کردیم. چیزی هم از توش در اومد؟ از طریق اپلیکیشن تاکسی اینترنتی مسیرهای رفت و برگشتش رو چک کردیم. خب؟ فکر کنم اینی که الان ما پیدا کردیم آدرس خونه خودشه. سریع اکبر صدا کن بیاد. چشم. آقا راه نداشت الان رو روشنش کنی؟ نه آقا بیشه از داره برگم الان قطعش کردن.
کل خونه رو بگردین، هر چی پیدا کردین صورت جلسه کنین. باش. آقا شما مطمئنی دو سه روز کسی نیومده اینجا؟ بله آقا، کسی نیومده. بسیار خوب. توسط سعید داشته کار مهاجرتشون درست میشد واسه اقامت. تعدادشون خیلی زیاد نیست، راحت میتونیم ردشون پیدا کنیم. راحت بریم. بریم. فقط شما همراه ما بیا که صورت جلسه رو تنظیم کنیم. بله، در خدمت. بریم، بفرمایید. عکس نشونت میدم ببین کدوما رو میشناسی یا پیش شاهین دیدیشون. نگاه کن قشنگا با دقت. میشناسی یا نه اینا؟ پیش شاهین ندیدیشون؟ وقت و حال و حوصله سر و کله زدن ندارم. اگه برات داشتم آوردمت اینجا به خاطر اینه که خودت بیای بشینی اینجا، اگه صحبت اضافی چیزی هست که به ما نگفتی تا حالا بگی، تخفیف واسه خودت بگیری. و الا زمان همکاری گذشته، آقا شاهینتون هم ما دستگیر کردیم، همه چیزم خودمون میدونیم. این کیه؟ میشناسی اینو؟ کی میتونم با زنم حرف بزنم؟ هر موقع حرف بزنی درست. میخوام ببینم دقیقا با زندگی من چی کار کرده. هیچ. شاهین مشتتو وا کرده، به زنت گفته چی کاره ای، بعدم اجیرش کرده، بهش پول داده، افتاده دنبالت. دیگه چی؟ دیگه هیچی آقا. میشناسی اینو یا نه؟ آره. خیلی خوب بگو، بریز بیرون، بریز. چی میدونی بگو. اسمش سعیده، سعید بیات. برای آقا شاهین کار میکرد، پولا رو آقا شاهین میگرفت میداد به این، اینم میریخت به حساب آدم ها خارج از کشور. خسته نباشی، اینا رو که خودمونم میدونیم. جدید چی داری واسمون؟ نمیدونم چه اتفاقی افتاد که یه دفعه بین این آقا شاهین دعوا شد، این غیبش زد. آقا شاهین هم منو مأمور کرد، چند روز رفتم دنبالش، دیگه هیچ وقت پیداش نکردم. فهمید در رفت، از اون وقت هم هیچ وقت ندیدمش. واسه چی تعقیبشون میکردی؟ آقا شاهینتون دنبال چی بود؟ پولا رو کشیده بود بالا، مثل اینکه یه پولی قرار بود بریزه به یه حسابی، بعد نریخ به اون حساب، مثل اینکه بعد پول رو برداشته بود برای خودش. آقا شاهین هم دنبالش بود، بعد با من صحبت کرد، گفت ردشو بزن، پول رو پیدا کن. بعدش هم که من رفتم دنبالش، اینم زود فهمید، همه رو پیچوند و در رفت. خب بعدش؟ بعدش دیگه من خبر ندارم. تا اونجای خبر دارم که میدونم که دیگه هیچ وقت ازش هیچ خبری نشد. خب بعدش؟ ببینم آقا شاهین با شما حرفی نزده نه؟ به تو ربطی نداره. اگه حرف زده بود که یه ساعت از من سوال نمیپرسیدی. آره تو خوبی باریکلا، باهوشی، همه چی رو فهمیدی، آفرین.
اینو برش دو دارم فکر میکنم سعید اون همه پولو یه دفعه نمیتونه از مملکت خارج کنه، بعد خورد خورد بفرستتش بره. از تو پرونده دخترها چیزی در اومد؟ آره، آمارای جالبی دستمون رسیده. مثلا یه دختری به نام شیدا مشیری تو ماه اخیر بالای 6 بار رفته دبی و برگشته. بقیهشون چی؟ بقیهشون هم بالای 4-5 بار رفتن دبی و برگشتن. سعید داره همینطوری پولا رو میفرسته میره دیگه. دقیقاً. همین الان اگه جمع سفر این آدما رو حساب کنیم، حدوداً بالای 200,000 دلار از مملکت درس خارج شده. ببین اسم اینا رو بده به فرودگاه‌ها. بگو هر جا اینا رو رویت کردن سریع دستگیرشون کنن. هنوز از سارا هیچ خبری نشده. مسیر جستجو همه رو به جاهای میکشید که هیچ کس تصورشو نمیکرد. رابطه ها سرباز میکرد و پای آدم های زیادی رو به ماجرا میکشید. آدم های تنهایی که وقتی رازهای زندگیشون سرباز میکرد تنهاتر و ویرونتر میشدن. غم و غصه آدم ها تمومی نداشت. مثل کلاف تو هم میپیچید و راه به زندگی آیه باز میکرد. آیه تو اون لحظات دوست داشت از دنیای تلخ و پر از سیاهی این مردم دور بشه و زندگیش رنگ دیگه‌ای به خودش بگیره. اکبر و محروم میتونستن تو این روزا یه کورسوی امید باشن، اما رابطه اونا هم از کنترل خارج شده بود. سلام داشت. سلام، چرا انقدر پریشونی تو؟ نه با معروف خانم قرار دارم. چرا مثل خلوچله داری با خودت حرف میزنی؟ خلوچل چیه بابا، دارم تمرین میکنم چی بگم چی نگم. چی میخوای بگی؟ دیگه هرچی هست و نیست رو میخوام بگم دیگه. میخوام بگم کلن پایشم. دمت گرم. ببینم با بچه دار بودنش که مشکل نداری؟ بچه شدی؟ بابا بچه بزرگ شده از آب و گل در اومده صاف میشه بچه‌ت. راحت. ناکس فکر همه چی هم کرده. چاکرتی. داداش تمرکز من رو داری به هم میزنی، من برم به ادامه تمرینم برسم. برو برو الان هر چی بشه میگی تقصیر توه. سلام علیکم. سلام. خوب هستی؟ زنده باشی. مهرو خانم بالا هستن؟ بله. خیلی متشکرم. با عزت. سلام. خوبی؟ اینا کی با هم قرار گذاشتن؟ مگه با هم قرار گذاشتن؟ نمیدونم. محروم به من چیزی نگفت. خب بیا بریم دیگه. باشه ببینم چیکار دارم میکنم. مگه ما فضولیم علی؟ بعد فکر کن پروین خانم سر برسه ببینه اینا دارن با هم حرف میزنن، من و تو هم وایسادیم داریم نگاه میکنیم. شر به پا میشه. بیا بریم. با رفیق 20 ساله من نگرانشم. خب چه ربطی داره؟ که اصلا ما هم قرار نداشتن. نگاه کن. از کجا فهمیدی؟ اگه قبلش ما هم حرف زده بودن اینجوری ردش نمی کرد. بیا بریم. وقتی از شوهر سابقم جدا شدم ترجیح دادم خودم خونه بگیرم.
نخواستم با مادرم اینو زندگی کنم. چرا؟ خودتون که بهتر میدونین نگاه آدمو به یه زن مطلقه چجوریه. ولی من به نگاه آدمو کاری ندارم. من نگاه میکنم ببینم خودم چجوری تو آسایش آرامشم، همونجوری زندگی میکنم. نه دیگه، بالاخره ما داریم بین همین آدم ها زندگی میکنیم. برای همینم نخواستم تو محیط کارم بدون این که من اوزام اینجوری. ببخشید من میتونم یه سوال شخصی ازتون بپرسم؟ خواهش میکنم. چرا شما از شوهرتون جدا شدین؟ تنه فروشی داشت، وضع زندگیمونم بد نبود، اما بعد از یه مدت براش مشکل مالی پیش اومد. کم کم داشت ورشکست میشد که یه دفعه ورق برگشت. نه تنها ورشکست نشد، بلکه پولدارترم شد. خب این که خیلی خوبه، جربوزه داشته، ارزه داشته، جنم داشته، خودشو کشیده بالا. منم اول به خودم همین حرفا رو میگفتم، بهش افتخار میکردم، تا اینکه فهمیدم بهم دروغ میگفته. پولشو میداده نزول. فقط واسه همین جدا شدین؟ به نظر شما چیز کمیه؟ اینکه اون آدمی که تو زندگیتونه همش بهتون دروغ بگه و پول حرام بیاره سر سفرتون. خب این که چیزی نیست، خیلی ها اینجوری فکر میکنن. شما هم اینجوری فکر میکنی؟ نه من اصلا اینجوری فکر نمیکنم. ببین اکبر آقا، همین چیزایی که میگین حاشیه است. اصل ماجرا اینه که من و شما نمیتونیم با هم زندگی کنیم. واسه چی؟ حقیقتشو بخواین من یه بچه دارم. بله باش آشنام، فاطمه خانم 6 ساله از تهران. یعنی شما مشکلی ندارین؟ نه خیر، به هر حال یکی باید بالا سر ایشون باشه دیگه، یکی باید کنار شما باشه زندگی کنه دیگه. من خودم یکی باید کنارم باشه زندگی کنه تا آخر عمرمون که نمیتونیم مجرد باشیم که خانم. ولی بعید میدونم مادرتون با این قضیه کنار بیاد. ببینید مهرو خانم، من خیلی جا خواستگاری رفتم، ولی شما میدونید من یه خواهر داشتم که خیلی دوست داشتم باهاش بتونم تمام و کمال بازی کنم، ولی نمیشد. خب اینا یعنی چی؟ یعنی که به هر حال فاطمه خانمم یه برادری، خواهری، چیزی میخواد که باهاش بزرگ شه، کیف کنه، لذت ببره دیگه. ببخشید. بفرم. بله. کجا؟ خب شما چرا الان اینو دارین به من میگی؟ باشه باشه، من خودم میرسونم. خدافظ. چی شده؟ ببخشید من باید برم. راننده سرویس مدرسه فاطمه بود. مثل اینکه ماشینش تو خیابون خراب شده، من باید برم دنبالش مدرسه. باشه منم میام میرسونمتون. خب من الان به فاطمه بگم شما کین؟ نمیدونم، بگید عمویی، کسی، نمیدونم. بالاخره الان مهمتره که اونو برداریم از دم مدرسه. الله فاین هست اونجا. بفرمایید. کیکات نخوردین بزرگم. معروف. این سوئیچ خدمت شما، بشین تو ماشین، من حساب کنم میام خدمتتون. بفرمایید. آقا خسته نباشید. بفرمایید. خیلی متشکرم. سلامت باشید. خیلی متشکرم.